مردانی که سالها می شود به دور از خانواده در چنگ مواد مخدر افتاده بودند، اکنون زیر درمان قرار دارند و به زندگی عادی برگشتند. این افراد ماها می شود که به کمک بخش خصوصی و نهادهای دولتی اینجا در زندان هرات زیر درمان هستند. بی نهایت خوشحالم. بعد میریم با آغوش و خانواده خو انشالله که دیگه یه عمل تکرار نمیکنیم. پنجینی ما میشه که اینجا این بلیو تر کردیم. حال میفهمیم که انسانی به بزرختی به بیچارگی بردم شهیدی تیر میکنیم. شبا روزا به بلبارا پرته بیدیم. در ماهای پسین بیش از 2000 متاد به مواد مخدر در هرات گرد آوری و برای درمان به زندان این ولایت انتقال داده شدند. پیش از این 800 تن از آنان درمان و به جامعه برگشتند. شما مجرم نیستید، مجرم نبودید، صرفا بازی روزگار و مشکلات ها و پلان های کلان شوم سیاسی که در منطقه اجرا شده شما را به این مریضی سخت دچار کرده. این معتادان زیر درمان تا چند هفته دیگر تندرست و با خانواده هایشان یک جا می شوند. تلاش بسیار جدی جریان دارد. تعدادی از فابریکات حاضر شدند که این عزیزا را جذب بکنند و امیدواریم که انشالله این پروسه دوام پیدا بکنند که تا این عزیزا کلن مصروف کار بشن. در همین حال بنیاد خیریه احمد شاه فقیری تمام هزینه های این معتادان زیر درمان را در ماه مبارک رمضان به عهده گرفته است. یک ماه مواد غذایی ای عزیزا را ما متقبل شدیم، در کنار از این که ما برای 600 نفر بسته‌های برای داروی ترک اعتیاد در مد نظر گرفتیم. بر بنیاد آمارهای رسمی نزدیک به 70,000 متاد به شمول زنان و کودکان در هرات زندگی می کنند. به گفته مسئولان محلی بیشترین افراد در ایران متاد شدند.